تمام در سراسر کره خاک تبریک میگم. خیلی متشکر آقای فقرآور. امروز باور میکنید که 17 برنامه ایست که ما قرار بود با شما یک برنامه رو شروع بکنیم و یک برنامه بود که اون هم در ارتباط با مسئله بود به نام کتاب رفیق آیت الله، کتاب جناب عالی، کتابی که مطرح شده بود، سر زبان ها بود، بسیار در ایران تأثیر گذاشته بود، خیلی مورد بحث بود، بالا پایین داشت، سوال داشت، به هر حال انتقاد داشت، تایید داشت و خیلی مطرح شده بود و این گفتگوی ما رو کشون امروز به جایی که یه مقدار هم میخوام بگم از متن اصلی خودمون یعنی رفیق آیت الله خارج شدیم و مسائل دیگه به هر حال آمده جاش رو گرفته، جاش رو به این صورت گرفته که شاید مهم بوده، مسئله ترامپ بوده، آقای ترامپ بوده، مسائل جدید به هر حال تصمیم گیری ها بوده، به خصوص در ارتباط با ایران بوده و به هر حال تا اونجا که میتونیم بهش اشاره خواهیم کرد. اما من در اول برنامه نمیدونم شنیدید آقای فقرآور، اشاره کردم به اولین باری که یک متنی رو توسط آقای ترامپ برخلاف همیشه شنیدیم که ملت ایران و مردم ایران رو، ایشون نه رژیم رو، مخاطب قرار داده بود، مبنی بر اینکه اشاره کرده بود به ریشه ایران، تمدن ایران، گذشته ایران. و طبیعی است که البته من اینجا این رو مجبورم که بگم که اینها طبیعی است که اطلاعات شخصی خود آقای ترامپ نمیتونه باشه، برای اینکه ایشون انقدر مشغول گرفتاری ریل استیت و سازمان ها و تشکیلات خودش بوده که به تاریخ ایران گمان نمی کنم که ایشون به اصطلاح تسلطی داشته باشن طبیعتا، یا اطلاعاتی بهشون گفتن. چقدر متشکریم از افرادی که بهشون گفتن و ایشون رو لااقل وادار به این کردن که به این تاریخ توجه بیشتری بکنه. در نتیجه یادم هست که هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم با شما صحبت شد و شما مطلبی گفتید زمانی که یه مقداری ما خاطر آزردگی داشتیم در مورد اینکه چرا این آقای ترامپ همه گفتن تبریکاتشون رو به ایران، حالا به رژیم گفتن یا به مردم هم حالا گفتن، اما آقای ترامپ نگفت. شما مطلبی گفتید آقای فقرآور و این برای من یه مقداری علامت سوال هم شده، یه جورایی که گفتید که نه یکی دو روز آینده این کار خواهد کرد و خب این جور جواب دادن این به حال دلیل بر این هست که خب اطلاعات جناب عالی از بنده خیلی بیشتره طبیعتا آقای فقرآور. خواهش می‌کنم، انقدر میتونم بگم که مشاورین خوبی در کنار پرزیدنت ترامپ و تیم دولت جدید آمریکا هستن که سبب شدن بدون تردید، همونجوری که خود شما هم اشاره کردید، بهترین پیامی که فکر میکنم تا به حال یک رئیس جمهور آمریکا یا حتی یک رهبر دنیا در یک نوروز برای ایرانیان فرستاده، این پیامی بود که امسال داده شد، به این جهت که این پیام بدون اینکه مستقیما بیاد به مسئله تغییر رژیم و این چیزها، اگرچه در پیام بنا بود، حالا ما از کجا میدونیم، خدا میدونه، بنا بود مسائلی هم مربوط به تغییر رژیم در ایران اینها هم قرار بگیره، اما مقاومت هایی شده بود. اما این بخش از پیام که اشاره میکنه به منش کوروش و گفتار کوروش بزرگ که حرف از این میزنه که مردمی که آزادی، کرامت و ثروت رو حاکمانشون بتونن فراهم بکنن، براشون جامعه‌ای رو فراهم بکنن که مردم به این چیزها دسترسی داشته باشن، اون مردم غالباً حاکمان خودشون رو دوست هم خواهند داشت و آرزو کرد که ایرانیان بتونن به زودی به این سه دستاورد بزرگ برسن، به آزادی، به کرامت و یا همون عزت و همینطور به ثروت، که اگر دقت هم بکنیم میبینیم واقعاً این درست هست. البته جنجال‌های زیادی رو لابیست های جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان و مزدوران رژیم به پا کردن درباره این پیام، که اگر موافق باشید من به یکی دو تا از اونها اشاره بکنم که جالب بیننده ها. حالا قبل از اینکه اشاره به اون دو نفر بکنید، من مطلبی دیگه رو میخوام عنوان بکنم به بینندگانمون آقای فقرآور، و اون که این مسئله یا تأثیر مشاوران و اطرافیانی که مثلا در کنار و در اطراف ریاست جمهوری آمریکا میتونن باشن، اینها خیلی کارساز، خیلی کارساز میتونن باشن و همینطور اون عیب و مذراتی که در حقیقت لابیست هایی که
اون یعنی لااقل لابیست های باقی مونده از مثلا به طور مثال هفته گذشته اشاره کردیم مثلا به سحر نوروزاده و عواملی مثل ایشون که از عوامل آقای ترامپ بودن، آقای ترامپی که آقای ببخشید اوباما بودن، آقای اوبامایی که امروز وقتی خوب به تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که دیگه از این به بعد فقط نمیتونیم بگیم کارتر بود که پدر ایران در آورد، آقای اوباما هم کم دست کمی با توجه به حالا جزئیاتی که گذشت رو میدونید از آقای کارتر طبیعتاً نداشت و نداره واقعا، اما چقدر تأثیر داره این مشاورین و این اطرافیان، حتی این نوشته ای که آقای فخرآور به هر حال نوشته شده، به نوعی اطلاعاتی داده شده آقای ترامپ که البته این مسئله طبیعتاً مشاوران هست، نزدیکان هست و البته من الان اعلام نمی کنم چیزی رو، ولی لااقل اطلاعاتی دارم که این نوشته ها رو کیا نوشتن، دستشون درد نکنه، خیلی مشکر. شاید به زودی اگه مصلحت بود به این مسائل هم که کی نوشته اینها آقای فخرآور خواهیم پرداخت. البته بگذاریم. و اما در مورد لابیست ها اشاره شد و دی هفته پیش که وقتی مطرح کردیم که این لابیست ها هنوز موندن، آقای فخرآور نمیتونید تصور کنید که این بازتاب بسیار با توأم با عصبانیت عده‌ای از همیهنان ما که آخه چطور ممکنه، همون حرفی که من دفعه قبل خدمتتون گفتم، چطور ممکنه که با یک چنین تعجیل و با یک چنین ضربت و حمله و نمیدونم چماق به دستی آقای یا شلاق به دستی آقای ترامپ بیاد بر سر به اصطلاح رژیم ایران و طبیعتاً نمایندگانشون که اونجا حضور دارن اما کماکان باشن. شما گفتید برای اینکه هنوز معاونین وزارت خارجه تعیین نشدن و این کار عمل خواهد شد. به هر حال این مسئله نظر مردم ایران بسیار قابل اهمیت بود، یعنی هنوز حضور و وجود این لابیست هایی که در زمان اوباما بودن در زمان آقای ترامپ که هنوز هم هستن. آقای فخرآور ببینید، خب این برمیگرده به اون بخش از دهه ما از حکومت داری. متاسفانه این چهار دهه یک جوری ما ایرانی ها رو بدعادت کرده. حالا قبل از اون هم شاید یک سری مشکلاتی وجود داشت، اما به ویژه این چهار دهه گذشته باعث شده که ما تصورمون از حاکم اینه که حاکم همیشه با همون شلاق و شمشیر میاد بالای سر و باید همه چیز رو میتونه تغییر بده، میتونه قوانین رو عوض بکنه، همه کار ازش برمیاد. هفته گذشته از جمله اتفاقاتی که توی این مجموعه اخبار عجیب و غریب گم شد، جلسات هیرینگ بسیار فشرده قاضی نیل گورسیچ بود که قاضی جدید سوپریم کورت دیوان عالی آمریکا خواهد بود و خیلی جالب بود. بیشتر از هر چیزی و تمام صحبت بحث از قانون اساسی بود. ایشون کسیه که بسیار اعتقاد داره به اون متن اصلی قانون اساسی، به وفادار بودن به قانون اساسی و چندین بار توی این هیرینگ های خودش در کنگره، این رو تو جلسات شهادت خودش در کنگره اعلام کرد که No man shall be above the law، هیچ فردی نباید بالاتر از قانون قرار بگیره. خب لابیست های جمهوری اسلامی، مزدوران رژیم جمهوری اسلامی، اصلاح طلبانی که به حکومتی های بیرون مانده از رژیم هستند، اینها خیلی بهتر از حتی اپوزیشن، خیلی بهتر از مردم عادی درک کردن قدرت دموکراسی رو در جامعه آمریکایی و قدرت قانون رو درک کردن، قانون اساسی رو توی این کشور درک کردن و برای همین دارن نهایت استفاده، بهتر بگیم سوء استفاده، تیک ادوانتج دارن میکنن، اینا دارن سوء استفاده میکنن از قدرت قانون در این کشور. شاید باورتون نشه، اولین ارگانی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو سوء میکنه، میره ازش شکایت میکنه، نایکه. همین گروه لابی رژیم جمهوری اسلامی در واشنگتن، اینا میرن شکایتی رو فایل میکنن و وکلای خودشون رو که اعضای خودشون چند تا وکیل ایرانی هم هستن، اینها رو میارن وسط و اینها از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر دستور قانونی که رئیس جمهور آمریکا طبق وظایفی که قانون این قدرت رو به رئیس جمهور آمریکا داده، آقا یک در مواقعی تصمیماتی رو بگیر، اکزیکیتیو اوردر صادر بکنه، دستور ویژه رئیس جمهوری صادر بکنه، این گروه لابیست جمهوری اسلامی به درجه ای از کرویی و بی شرمی رسیدن که میان و میرن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو به دادگاه میخوان بکشونن برای حکم قانونی که اجازه داره، قانون اساسی بهش اجازه داده این احکام رو صادر بکنه و
ما شاهد این هستیم، یعنی اگر مردم ما عصبانی هستن از اینکه چرا بعضی از این لابیست ها بیرون نمیرن، متوجه باشن که این لابیست ها و رژیم جمهوری اسلامی بسیار خوب قدرت قانون رو در کشور آمریکا درک کردن و با سوء استفاده از همین قانون دارن جلوی راه منتخبین مردم آمریکا سنگین میزنن. البته آقای فرابر، این مسئله و این جواب شما و این توضیح شما نه من رو قانع میکنه نه ملت رو قانع میکنه. ببینید، برای اینکه اگر قرار باشه که همین جور ما دل خوش کرده باشیم، مثلا به وجودی که آقای ترامپ نامی آمده، گرچه منم روی موضوع بحث دارم، یعنی هنوز معتقدم که از 40 سال پیش، ببخشید من به هر حال مجبورم که حس خودم رو عقل بگم، از 40 سال پیش، یعنی زمانی که از آقای کارتر شروع شد و چه بر سر در ارتباط با ایران با ایران آورد، چه دموکرات بود چه ریپابلیکن بود، در این دوران هر چی که بود، حتی آقای رونالد ریگانی که بعضی وقتا معتقدیم که آقا دیدین وایساد در مقابل انتخابات برای دفاع از شاه ایران چی گفت، ولی همین ایشون هم شخصی بود، ریپابلیکنی بود که برای ایران اسلحه و قرآن فرستاد، حتما به یاد دارید جناب آقای فخرآور. در نتیجه و بعد میرین به سراغ آقای جورج بوش، سراغ آقای پسرش، سراغ آقای کلینت، تمام ایران، و بعد در نهایت دیدیم که همین ریپابلیکن ها و همین دموکرات ها چه بر سر ایران آوردن. اینه که خیلی هم ما دلخوش با آقای ترامپ طبیعتا نمیتونیم باشیم، برای اینکه آش همونه کاسه همونه. حالا اگه پوزخند جناب عالی هم که در حقیقت داره منو حمایت میکنه یا همراهی میکنه خیر از این فکر میکنید، به هر حال تاریخ اینو ثابت کرده آقای فخرآور عزیز. در نتیجه اینکه الان لابیستا اونجا موندن و قانون اینه و اینج باید باشن و اینطوره، اینا به هر حال یک پانسمانی بر زخم ما هم حتی نیست آقای فخرآور. جناب صدر عزیز، ببینید نگفتیم که تغییرات صورت نخواهد گرفت، مطمئنن صورت میگیره. در این که تغییرات صورت میگیره اصلا تردید نکنید. اینا یکم روند تغییرات رو با این موانع قانونی میتونن شاید کند بکنن، ولی در این که تغییرات صورت میگیره هیچ تردیدی نباید داشته باشیم. و این که خب ما یعنی اگر میخوایم واقع بین باشیم باید شرایط واشنگتن رو نگاه بکنیم. رئیس جمهوری اومده با تیمش روی کار که این رئیس جمهور هم حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات هر دو در مقابلش جبهه گیری کرده بودن. توی همین دو روز پیش وقتی که قرار شد اون طرح بیمه همگانی اوباما به اسم اوباما کر تو آمریکا معروفه برای شد بیاد برای رأی گیری، ما شاهد مقاومت سنگین بخش حتی جمهوری خواه همین دقیقاً آمریکا بودیم علیه این تطری که رئیس جمهور درخواست کرده بود بیاد رأی گیری براش انجام بشه، و اصلا برای حیثیت حزب جمهوری خواه، برای حیثیت خود دولت جدید آمریکا که دولت جمهوری خواه حالا به حساب میاد، و خوب بود که این رأی گیری انجام میشد. بعد حالا اگر میخواستن مشکلاتشون رو برن پشت پرده حل بکنن با هم دیگه میرفتن این کارو میکردن، اما میبینیم یک مقاومت بسیار سنگینی از سمت بخشی از حزب جمهوری خواه صورت گرفت. یعنی این درگیری های درون حزبی برای اینکه حالا که ما قدرت رو گرفتیم کی بیاد بره سر پست ها بشینه و چه اتفاقاتی باید بیفته تا بعد برسیم به اون مرحله که حالا وقتی افراد نشستن روی پست های کلیدی پاکسازی ها چجوری انجام بشه، این درگیری های درون حزبی بیش از هر چیزی این سرعت رو کند کرده، و حالا شیطنت هایی هم که از بیرون هست. یعنی ما واقع بین باید نگاه بکنیم. ما 40 سال 38 سال صبر کردیم، حالا اگر 38 روز دیگه هم صبر بکنیم من فکر نمی کنم آسمانی به زمین بیاد و ایرانیان عزیزمون عصبانی نباشند با هم. البته آقای فخرآور، نه بنده نه شاید یه عده ای از همیهنان ما باور بفرمایید که منتظر آقای ترامپ ماها نیستیم. من نیستم آقای فخرآور، خب؟ و من هنوزم که هنوزه بنده معتقدم و اعتقاد بر این دارم که پدر آقای ترامپ که سهله، اگه پیغمبر آخر زمانم بیاد در ارتباط با مردم ایران، هیچ قدمی برای مردم بر نخواهد داشت. فقط این مردم هستن که خودشون حالا چجوری خودشون، ما مجبوریم برگردیم به بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم و بحث بسیار محکمی هم شد. حالا شاید مطلبی باقی مونده داریم میخوام بگین، چون قیافت اینطوری نشون میده شما. بله اگر اجازه بدید یک درباره این پیام نوروزی اتفاقا پرزیدنت ترامپ هست که به این اشاره بکنیم، چون شیفتش میتونیم بدیم کاملا به همون بحثی که هفته گذشته داشتیم. بفرمایید. من درباره بحث لابیستا داشتم میگفتم از رفتارهای زشت گروه لابی جمهوری اسلامی، گروه نایک در واشنگتن،
این بود که بلافاصله بعد از اینکه پیام به این زیبایی که به تاریخ و تمدن ایران باستان اشاره میکنه، یعنی به نوعی پرزیدنت ترامپ داره به ما و به دنیا یادآوری میکنه، اون دیگنیتی که داره ازش صحبت میشه، عزت رو داره یادآوری میکنه به ما، کرامتی رو که داره میگه، این که وقتی حرف از ایران میزنیم حواسمون باشه یک تاریخی پشت این سرزمین نشسته، امپراتوری ایرانی بوده، کوروش بزرگی بوده که رسم و آیین دولتداری رو به ما آموخته، به ما غربی ها، ما از اونجا یاد گرفتیم. پرزیدنت ترامپ میاد تو پیام بسیار زیبای خودش به این قضیه اشاره میکنه و بلا فاصله بعد از اینکه پیام صادر میشه روی وبسایت گروه لابی جمهوری اسلامی یک جمله نوشته میشه. هنر آقای شهرتی فکر میکنم بتونه از روی وبسایتشون این رو بیاره بالا و نشون بده. جمله نوشته میشه که اشاره میکنه، البته شعر رو اشتباه مینویسن، خطاب به سعدی مینویسن، ولی خب حرفای زیادی هست که این شعر متعلق به صاحب تبریزیه و حتی برخی هم میگن مجید غزنوی، کاری با اون نداریم. متن شعر که میگه بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود، یه چیز توی مایه ها، و پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود. آقای مال صاحب قربان، صاحب، بله، صاحب تبریزی، بله، شما خب شعر رو خیلی هم خوب میشناسید. و ببینید وقتی که پیامی به اون زیبایی صادر میشه، بلا فاصله گروه لابی جمهوری اسلامی در یک استیتمنت، در یک بیانیه رسمی بیاد رو وبسایت خودش، رئیس جمهور ایالات متحده رو یک نادان بی مغزی و بی محتوایی خطاب بکنه که این نادان دهنشو که باز کرده مشخص شده چقدر آدم احمقیه. کدوم بخش از پیام پرزیدنت ترامپ احمقانه بود از نظر این لابیستای رژیم جمهوری اسلامی در واشنگتن؟ اینکه ما ایرانی ها رو صاحبان یک تمدن غنی و بزرگ بدونه، اینکه ما رو صاحبان فرهنگ و کرامت بدونه و از و آرزو بکنه که ما دوباره بتونیم به آزادی خودمون دست پیدا بکنیم، دوباره بتونیم کرامت. این احمقانه نبود. احمقانه میدیم کجا بود آقای فراور؟ احمقانه اگر به آقای خطاب این کلمه احمقانه خطاب شد، زمانی خطابش درست، خطابشون درست است که احمقانه اونجاییست که آقای ترامپ اینا رو مثل موش نگیره و نندازه از وزارت امور خارجه بیرون. این احمقانه است که نمیکنه آقای فخرآور. حالا اون جای صحبت داره روی بحث قانون اساسی که الان میریم بهش وارد میشیم. اما یه نکته دیگه ای که بعد اصلاح طلب‌ها و لابیست‌ها اومدن بعد از این جنجال شروع کردن دوباره راه انداختن که آی این عبارتی که ترامپ داره اشاره میکنه در هیچ کجای تاریخ‌دان‌ها یک همچین چیزی رو از کوروش کبیر پیدا نتونستن بکنن و شروع کردن روی رسانه‌های اجتماعی، روی فیسبوک، روی اینستاگرام، روی توییتر مسخره کردن پرزیدنت ترامپ که آره یک عبارت جعلی رو آورد نسبت داد به کوروش بزرگ. کوروش هیچ وقت یک همچین حرفی رو نزده و اصلا حرف از آزادی و کرامت و ثروت و اینها نزده، برای اینکه مردم اگر اینها رو داشته باشن حاکمان خودشون رو دوست خواهند داشت. و بعد هم خب ما شاهد بودیم رسانه‌های جمهوری اسلامی هم یک جنجال طوفان خبری رو انداختن که آی نگاه کنید ترامپ یک دروغی رو نسبت داد و به دروغ تاریخ رو جعل کرد و چیزی رو نسبت داد به کوروش که وجود نداشته. برای این لابیست‌های جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان، مزدوران رژیم که سواد درست حسابی تاریخی ندارن و خیلی دوست دارن فقط بپرن وسط. نه آقا، چطور سواد ندارن؟ سواد دارن قربونتون برم. یعنی مسائلشون ایجاب نمی‌کنه که آقای فخرآور بیان کوروش رو که امروز رئیس جمهور آمریکا تایید میکنه اونها در حقیقت انتقادشون نکنن. طبیعی است که میدونن که چون میدونن دارن انتقاد میکنن. آقای اتفاقا من فکر میکنم جناب بی سوادیشون، چون این انقدر رسوا بود این قضیه در اون سایروپدیای گزنفون، این عبارت اصلا از سایروپدیای گزنفون میاد که توی اون میاد اشاره میکنه وقتی داره به اصول دولتداری و دلیل این که چرا ایرانی ها در امپراتوری ایران باستان انقدر دوست داشتن پادشاهان خودشون رو، وقتی داره میاد به اون اصول اشاره میکنه به کوروش میاد اشاره میکنه و اینکه دقیقا همین عبارت رو میاره گزنفون که بله کوروش به این اعتقاد داشت که اگر مردم آزادی داشته باشن، کرامت داشته باشن، یا همون عزت داشته باشن، ثروت داشته باشن، حاکم دوستان. آقای فخرآور، آقای فخرآور اجازه بدید این گرهی که میخواستیم بزنیم، میخوام بزنیم به هفته گذشته. هفته گذشته که یک بحث بسیار مهمی رو
ما آغاز کردیم و این بحث باعث این شد آقای فخرآور که خیلی بازتاب پیدا کنه، خیلی اظهار علاقه نشون بدن روی حالا چه تایید و یا چه قبول نکردن آنچه که ما مطرح کردیم. ضمن اینکه ما به جناب عالی، من به جناب عالی دو جهت کاملا مخالف هم تو این قضیه داشتیم، یعنی شما ایران آینده رو با آزادی ایران رو و آن چیزی که مربوط به یک ارتباطی میشه با آینده ایران، قانون نوشتن یک قانون اساسی و داشتن یک قانون اساسی اشاره کردید و بنده معتقد بودم که قبل از این قانون اساسی، نه اینکه من قبول نکنم، بلی قبل از اون قانون اساسی کشور ایران بر طبق روال آنچه که در تاریخ ما میبینیم احتیاج به یک رهبر قبل از قانون اساسی داره، یک رهبر مقتدر مورد باور جامعه ایران، مورد باور میلیون ها نفر، اکثریت منظورم هست در ایران، و غیر از اون، اگر غیر از این باشه ممکن نیست. بسیاری برای من ایمیل اومد، نظر اومد، انتقاد اومد، به حرف شما اعتراض اومد، به حرف من یا به حرف شما تایید اومد، نه اینکه فقط انتقاد، نه، که وجود رهبر رو اکثریت تایید میکنن. آقای فخرآور، رهبری که در حقیقت بیاد و پشتوانه ای باشه برای اون قانون اساسی. ببینید، ما امروز در یک کشوری هستیم آقای در یک مقطع زبطه. وقتی شما میگین قانون اساسی، این قانون اساسی بسیار یک حربه محکمی است، یک سند بسیار ارزشمندی است، اما این سند ارزشمند رو شما در یک زمان اشتباه نمیتونید ارائه کنید. امروز زمان ما در مملکت ما و شرایط ما و یک ورقه قانون اساسی یک کار اشتباه هست. حالا در مورد شما توضیح خواهید داد که آیا اشتباه هست یا نیست، این نظر ماست. ببینید، قانون اساسی باید در جایی نوشته بشه، در یک جای آزادی نوشته بشه که نخبگانی که در اون کشور هستند و صلاحیت نوشتن قانون اساسی را دارند، بعد از آزادی، حالا ما میگیم آزادی که انشاءالله در پیش باشه، امیدوارم البته، اون موقع در یک فضای آزاد بنشینند و با خیال راحت و آرام بتونن که مسلط باشن بر اون چیزی که باید بنویسن، و الان در یک کشوری که خب میدونید اصلا هیچ گونه امکانی برای این کار نیست. و ضمن اینکه حالا میگین کشور رو ولش کن، نه، بیان بی خارج از کشور، آیا اون قانون اساسی رو بنده و جناب عالی بنویسیم؟ آقای فخرآور، بنده جناب عالی نوعی عرض میکنم، حالا ممکنه شما تخصص داشته باشید، ولی این چیزی نیست که ملت ایران بیاد و از من و شما بپذیره. یک پشتوانه میخواد، یک نام میخواد، یک کیفیت میخواد. به طور مثال حالا این مثال میذارم اینجا، ولی حالا امیدوار بودم که این میتونست که مطرح هم باشه، یعنی عمل کردم داشته باشه، شخص شاهزاده رضا پهلوی. ایشون اگر چنونچه در میدانی قدم گذاشته بودن که این میدان میدانی بود که با هرچه بیشتر قدرت این قدم ها را برداشته بودن توش، امروز قانون اساسی که ایشون میتونستن تهیه کنند و ارائه بدن، این مورد باور قرار میگرفت. ما زمانی که به خمینی مراجعه میکنیم، مجبورم که من این مقدمات بگم، زمانی که ملت ایران رفت به سراغ خمینی، یعنی رهبر رفت، اون موقع بود که بعد اومد قانون اساسیش رو هم به نوعی پذیرفت، به خاطر اینکه یک رهبر مورد باور داشت. اما وقتی میگم زمان غلطه، مردم اشتباه هستن در این مقطع تاریخی، به خاطر این هست که یادتون باشه بدون رهبر امکانش نیست، یعنی رهبر همون رهبریه که بارها عرض کردم آقای فخرآور، 2-3 میلیون میره در استقبال خمینی، بعد از 10 سال پدرش رو در میاره، آنچه به سرش میاره جهنم بار تو سرش هم میزنه، میکشه، میبره، میخوره، و وقتی هم میمیره 10 میلیون نفر میرن به تشییع جنازش. اما چون رهبر بود، رهبر رو قبول داشتن. در نتیجه ما منکر وجود رهبر به نوعی نمیتونیم باشیم آقای فخرآور عزیز. خب شما مثالی زدید که خودتون رو توی وضعیت بدی گذاشتید جناب صدر، برای اینکه آیا ما قرار یک رهبری داشته باشیم توی قد و قامت خمینی که نشد نه 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 صبر کنید من دارم در مورد قد و قامت صحبت نمی کنم، در مورد رفتار. همین امروز اگر یه خمینی دیگه برگرده بیاد، توده هایی از مردم میرن به سراغش. متاسفانه ما روی این مردم بچه بکنیم آقای فخرآور. اتفاقا من همین رو میخواستم بگم. اشتباه نکنید. ببینید، وقتی که فردی از یک کاریزمای شخصیتی برخوردار هست، یک شخصیتیه که مردم پشت سرش میان به حرفش گوش میکنن، و ما وقتی که یک همچین فردی رو داریم، خطر بزرگی هم وجود داره که این فرد میتونه
خواسته های خودش رو دیکته بکنه به متن قانون اساسی و آینده کشور میتونه بر پایه خواسته های اون فرد، حالا درست یا غلط، به واسطه اینکه اون فرد از حمایت میلیونی مردم برخوردار هست میتونه بیاد شاید یک قانون غلطی رو بذاره. و نمونه های فراوانی توی تاریخ وجود داره، توی تاریخ معاصر وجود داره. رهبر کره شمالی به همین شکل قانون اساسی برای خودشون نوشت، به همین شکل رهبران اتحاد جماهیر شوروی اومدن برای خودشون قانون اساسی نوشتن، به همین شکل اگر شما نگاه بکنید توی تمام دیکتاتوری ها میگین رهبرانش نوشتند. خودتون دارین میگین متوجه نشد، میگین رهبرانش نوشتن، خود جناب عالی دارین به این موضوع به رهبران اشاره میکنید. دقیقاً وقتی قانون اساسی رو میان رهبران یک جریان اجتماعی مینویسن، این یک مشکل بزرگی رو پیش میاره، مخصوصا اگر ببینیم ما یک فردی رو به عنوان رهبر قدرتمندی داشته باشیم، رهبری کاریزماتیک داره، میاد و تمام خواسته های خودش رو دیکته میکنه توی اون قانون اساسی و اینجا اتفاقا مشکل پیش میاد. اما بحثی که ما داریم میکنیم اتفاقا بحثیه که جا برای همه توی اون بحث خواهد بود. یعنی شما تجربه موفق، من میخوام یک نگاهی رو بکنم به برگردیم به حالا شیفتی که میخواستیم بدیم از گزنفون بیایم تا از کوروش کبیر بیایم تا قانون اساسی آمریکا. ببینید وقتی به بحث های تأسیس کشور ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ های استقلالش میریم نگاه میکنیم، میبینیم اونجا اعلامیه استقلالی میاد نوشته میشه. بعد نویسنده اصلی اعلامیه استقلال جوانی 33 ساله به نام تاماس جفرسون که سومین رئیس جمهور آمریکا هم میشه. بعد خود تاماس جفرسون میاد در کنار بقیه اداران زمان شما جفرسون رو نمیدونم آمریکا رو رها کنید. شما شرایط ایران در نظر بگیرید آقای فخرآور، وضع ایران خیلی فرق میکنه. نه اجازه بدید بگم بهتون چرا مربوط به ایران. برای اینکه تاماس جفرسون میاد میگه ما وقتی داشتیم قانون اساسی آمریکا رو مینوشتیم، وقتی داشتیم آمریکای جدید رو میساختیم، ما دو سند پیش روی خودمون داشتیم. یا باید سراغ The Prince مال ماکیاولی یا همون کتاب شهریار ماکیاولی میرفتیم و اون رو تبعیت میکردیم برای دولتداری، یا باید سایروپدیای گزنفون رو تبعیت میکردیم که میگه ما پدران بنیانگذار آمریکا، ما سایروپدیا رو یعنی روش حکومتداری کوروش بزرگ در امپراتوری ایران رو انتخاب کردیم. اینا گفته های پدران بنیانگذار آمریکاست که میان روش ایرانی رو انتخاب میکنن و میگه ما یک نسخه از سایروپدیا در اختیار تمام پدران بنیانگذار آمریکا قرار گرفته بود که اونها همه این رو مطالعه بکنن و ببینن ما در باره چه نوع حکومتی و چه نوع حکومتداری داریم صحبت میکنیم. جای دیگه‌ای که بهش نگاه داشتن پدران بنیانگذار آمریکا به نوشته های مونتسکیو بود، به خصوص کتاب روح القوانین یا همون The Spirit of the Law. مونتسکیو با کتاب پرژن لترز خودش، با کتاب نامه های پارسی خودش اصلا معروف شد در فرانسه و توی اون عصر روشنگری Age of Enlightenment توی فرانسه و توی اروپا، توی اون عصر با نگاهی که به حکومت های ایران باستان و ایران معاصر داشت توجهش به حکومتداری جلب شد و وقتی که از میخوان گذر بکنن از شاه فرانسه، شاهی که 70 و اندی سال رو حکومت کرده و حالا میخوان حکومت گذر بکنن بیان برن به سمت یک دموکراسی که بتونن بیشتر لمس بکنن حکومت مردم رو، اینجا میاد نگاه میکنه به ایران، به ایران باستان. ما داریم از مونتسکیو اینجا حرف میزنیم و بعد خود مونتسکیو در کتاب بعدی خودش The Spirit of the Law میاد از شکل‌های مختلف حکومت رو مینویسه، تعریف میکنه با توجه به تجربیات و تحقیقاتی که داره و به ویژه روی ایران باستان، میاد کتاب جدید خودش رو مینویسه که اون وقت این کتاب بعدها مورد توجه پدران بنیانگذار آمریکا در کنار اون سایکلوپدیا قرار میگیره و میشه یکی از پایه‌های نوشتن قانون اساسی ایالات متحده آمریکا. یعنی ما نقش پررنگی رو از ایران و تاریخ پربار خودمون، اگر میخوایم به تاریخ پربار اشاره کنیم آقای فخرآور عزیز، قربونتون برم، این تاریخ پربار یه زمانی بوده، مال زمان هخامنش بوده، زمان کوروش بوده، زمان اقتدار و تسلط ایران بر تمام دنیا بوده. امروز وضع ایران نگاه کنید، بر مبنای امروز صحبت بفرمایید آقای فخرآور.
که مال ما یه مدتی هم بود روشن فکرای ما همیشه چسبیدن به این که وقتی می‌خواستن جست یک کار رو بگیرن میگفتن آقا فروید، به قول فروید، فروید شده بود یک مظهری از استناد این که الان آقای گزافن مطرح هست به طور کلی. ببینید ما امروز در داخل ایران وضعیت نمیدونم زمان شروع تاریخ ایران رو نداریم. امروز وضع ما اسفناک‌تر از این داستان هاست که بخوایم امروز وقت تلف بکنیم بگیم آقا بشینیم حالا قانون اساسی بنویسیم تا بعد ببینیم چه خواهد شد. در این مشکل ما اینجا سوال پیدا کرد. اتفاقا اگر تا الان وقت تلف کردیم بد نیست که بعد از این همه بعد از 38 سال وقت تلف کردن و در کوچه بنبست ایستادن و سر به دیوار کوبیدن بد نیست بیایم بیرون کوچه بغلی اون رو امتحان بکنیم. بعد از 38 سال که هی منتظر بودیم یکی بیاد رهبر بشه، منتظر بودیم یه گروهی بیان ما رو رهبری بکنن، هی بیان هی نتونستیم، هی همه جریانات اپوزیشن افتادن به جون همدیگه تهش و رژیم جمهوری اسلامی به ریش همه ماها خندید. بد نیست از این کوچه بنبست بیرون بیایم، چون روی دیوار این کوچه به اندازه کافی خون از شکستگی سر ما نشسته. بیرون بیایم مسیر دیگه ای رو امتحان بکنیم. آقای فخرآور، ایران ما با بحث قانون اساسی بیگانه نیست. 111 سال پیش جنبش قانون اساسی که همون جنبش مشروطه بود در ایران ما به راه افتاد. آقای فخرآور، ما که الان یک قانون اساسی که قبلا داشتیم 1906 رو، اون که یکی از بهترین قوانین قانون اساسی بود که میتونه 100 سال دیگه هم اجرا بشه، ما نیازی به این نداریم. ما نیاز به یک حرکت فوری فقط داریم، حرکتی که درست باشه. نمیگم تو این 30 سال ما راه درست رفتیم، بسیار غلط بود، بله، خون سر جوانان ما به هنوز دیوارها در این شکلی ما نداریم، ولی ما میگم که به جای وقت تلف کردن برای نشستن سالها قانون اساسی نوشتن و آنچه هست و نیست و بردن و خوردن و دیگه همه رو تمام کردن و مملکت رو تقسیم کردن، به فکر یک نتیجه زودرستر باشیم، به فکر یک حرکت باشیم، به فکر یک ارائه طریقی باشیم که به هر حال یک جنب و جوش دیگه‌ای به وجود بیاره. جناب آقای فخرآور، من جناب صدر بذارید یک اشاره بکنم به استیو جابز، به یکی از یعنی همه کسایی که حالا نسل امروز، جنریشن ما و جنریشن بعد از ما، یکی از اسطوره هامون استیو جابز هست. ببخشید، و امروز اگر این ارتباطات داره برقرار میشه، اگر امروز من میتونم بشینم با آیفون خودم با شما اینجوری صحبت بکنم و میلیون ها نفر در سراسر دنیا بتونن اینجوری با هم ارتباط برقرار بکنن، حرفای همدیگر رو بشنون، اینها از اون هوش و نبوغ افرادی مثل جابز. استیو جابز وقتی صحبت از این شده بود که هر بار که میخواستن بیان پروداکت جدیدی رو، یک محصول جدیدی رو بدن بیرون توی کمپانی خودشون، برخی میمدن میگفتن که ما بریم از مردم نظرخواهی بکنیم ببینیم مردم چه نظری میدن، چه چیزی میخوان. استیو جابز حرف جالبی رو میزد، گفت مردم نمیدونن واقعا چی میخوان، وظیفه ماست که اون محصول رو تولید بکنیم و محصول تولید شده رو جلوی مردم بذاریم. اگر مردم اون محصول رو دوست داشته باشن میپذیرنش و اون وقت هم ما برنده ایم هم مردم. و این یک متد کاملا درستیه، در دنیای سیاست هم همین هست. مردم سرشون به زندگی خودشون گرم هست، به اندازه کافی گرفتاری و مشکلات دارن که وقت ندارن بخوان بیان به این جور چیزها، به این جور محصولات هم فکر بکنن. اما مردم اعتماد میکنن به برخی افراد که پیشگامان حرکت‌های اجتماعی هستند. مردم به پیشگامان حرکت‌های اجتماعی اعتماد میکنن که این پیشگامان محصولاتی رو تولید بکنن، این محصولات رو بیان به مردم ارائه بدن. اگر صحبت از نوشتن قانون اساسی امروز هست جناب صدر، صحبت از این نیست که ما قانون اساسی رو بنویسیم بعد با شمشیر ببریم، شمشیر رو بذاریم بیخ گردن مردم بگیم یا همین رو قبول میکنید یا نه، اصلا از این خبرها نیست. قانون اساسی اگر نوشته میشه ما مینویسیم، صد جای دیگه هم بنویسم قوانین اساسی، باید این یک جنبش بزرگی بشه، جنبش قانون اساسی. 100 سال ببینید، من شخصا حالا صبر کنید، اصلا میخوام امروز من غیر منطقی حرف بزنم، میدونم که حق دارم. ببینید، من میگم من مسعود صدر چقدر دیگه عمر میکنم، من میخوام آزادی ایران رو ببینم، من نمیخوام سر 50 سال صبر کنم که تازه قانون اساسی بنویسن، 100 تا تازه با هم بیشتر مقایسه کنن 200 سال آینده. من اینو نمیخوام. حرف من اینه که اگر ما حربه‌ای داریم، گفته‌ای داریم و میتونه تاثیرگذار بشه، همون کتاب رفیق آیت الله جناب عالی است، اونه که تو خون مردم میره، اونه که
اینها را به حرکت میاره که آقای رئیس من که کمونیستی، آی آخوند کمونیست، ای کسی که رفیق آیت الله در 700 صفحه داره تو رو تشریح میکنه، اونا رو میخوان، نه اینکه بشیم قانون اساسی بنویسیم برای 500 سال آینده. اتفاقا جناب صدر عزیز، رفیق آیت الله به عنوان نویسنده این کتاب، بذارید بهتون بگم، رفیق آیت الله درد تاریخی رو پیدا میکنه و میاد معرفی میکنه، یک درد تاریخی رو که 100 سال درد مشترک همه ما ایرانی های آزادی خواه، درد مشترک همه ما بوده. بعد از 100 سال این درد رو کشف میکنه و نگاه رفیق آیت الله به گذشته است، به تاریخ. اما نگاه امروز ما حالا بعد از اینکه درد رو میشناسیم باید به سمت درمان هم باشه. ما این درد مشترک تاریخی رو شناختیم، حالا اگر میخوایم درمان رو بدونیم چیه، اتفاقا درمان دقیقا در همین بحث قانون اساسی. شما با قانون اساسی 1906 چه اشکالی الان دارید آقای فخرآور؟ با قانون اساسی چی؟ که قبلا ایران داشته، قبل زمان قبل. من مشکلی اتفاقا با قانون اساسی پس نو برش میخواد رفت طلب کنید که اون قانون اساسی میتونه کاملتر بشه. ببینید، قانون اساسی اگر میتونست کار خودش رو درست انجام بده، ما الان توی این وضعیت نبود. پس اشکالات بزرگی در اون قانون اساسی وجود داشت، اشکالات بزرگی وجود داشت مطمئنن، که این اشکالات بزرگ باعث شد اون کشور با اون پیشینه، کشوری که بارها و بارها مورد حملات مختلف خارجی قرار گرفته بود، از مغولها و عربها و ترکها و از هر طرف شما نگاه بکنید ما مورد حمله قرار گرفته بودیم، اما همیشه تونسته بودیم سر پای خودمون در نهایت بایستیم و یک دفعه از هم میپاشه، به تمام معنا از هم میپاشه و حتما یک مشکل بسیار بزرگی. این در قانون اساسی نبود آقای فخرآور، در اجرا نکردن بعضی از مفادش بود. قربتون برم آقای فخرآور، موافق این که برای اینکه ما آگهی‌ها رو ببینیم و بعد نظر دیگران رو هم در این مورد بپرسیم، تبلیغات ببینیم و بگیم بعد با خطا صحبت کنیم لطفا اگه ممکنه. آقای شورتی دوستان، تبلیغات رو با اجزای آقای فخرآور انجام میدیم و بعداً وارد این بحث با مردم و دوستانمون میشیم. خیلی متشکرم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. ضمن اینکه در این مدت، در این ماه‌های گذشته واقعا بسیار استفاده ها کردیم از آنچه که به هر حال شنیدنی بود و قابل استفاده بود و گهگداری هم بحثایی بود که لااقل بین من و ایشون یه مقداری به هر حال بحث انگیزتر میشد، از جمله بحث امروز، بحثی که مربوط هست به آیا رهبر، یک رهبر قاطع باورمند ملت ایران در درجه اول، حالا از کجا بیاد بیاد، داریم ولی بیان به هر حال دیگه، و دوم اینکه یا اینکه قانون اساسی در درجه اول، یعنی یک ورقه کاغذ قانون اساسی که ملت ایران باور دارید بیاید جلو، یا اینکه یک رهبر بیاد. این بحثی است که بین من آقای فخرآور هست. تمنا میکنم که خط روشن هست، اظهار نظر بفرمایید در چهارچوب همون ادب و نزاکتی که باید بود و باشید، در غیر این صورت یک لحظه کلمه‌ای بشنوم که خدا نکرده اسای ادبی بشه، به من مهم نیست ولی به مهمان عالی قزم بلافاصله قطع خواهد شد و تمنا میکنم که منطقی، اگر هم اطلاعاتی در مسائلی دارید زنگ بزنید و فقط اظهار نظر به عنوان اینکه تلفن کردید نکنید، خواهش میکنم. دیگه سفارشی ندارم و بریم تا آخر برنامه. خیلی متشکرم. خط شماره یک بفرمایید لطفا. الو، درود بر شما، نوروزتون جناب صدر مبارک باشه. خیلی ممنون از لطفتون. درود بر جناب عالی و سال نو شما و نوروز جدید شما هم و خانواده هم بسیار مبارک باشه. لطفا بفرمایید. بزرگترین ایرادی که من میخواستم از این کمیسیون خارج از کشور بگیرم، از حضورتون، اول اینه که با هم ناسازگاری داشتنه. بله، نتونستن این گروهی که به قول خودشون فرهیخته خودشون را مینهان با همدیگه دور یه میز میشینن و دلسوزی راجع به ایران داشته باشن. شما توجه بفرمایید، سید ضیاءالدین طباطبایی یک تنه به جنگ قاجاریه میره، قاجاریه رو بر میاندازه و با رضاخان در دست هم ایران رو، حالا مسئله که بعدم پیش میاد من کار ندارم، این نظر منه، نظر شخصی منه.
اولین کاری که باید اینها شماها یعنی خارج از کشوری ها انجام بدن اینه که ببخشید من با صراحت عرض میکنم خدمتتون دور مادیات رو یک کمی قلم بگیرن و بتونن کاری از پیش ببرن، یعنی اون جامعه به اون متمولی با اون همه که سرمایه آمریکا رو ساختن چطور داخل ایران نمیتونن کار بکنن که خارج از کشور میتونن کار بکنن؟ الان که دیگه دستشون در خارج از کشور بازه، یعنی یک ورقه ده ورقه نوشتن برای اینا اینقدر نامحصوله که تیه 37 سال نتونستن به توافق برسن بشینن دور یک میز و یک. بله این بحث خیلی بارها شده، یعنی بحث تازه‌ای نیست، یعنی این دور هم ننشستن و دست در دست هم نگذاشتن این حرفا. اگه مطلب نوعی هست بفهمید لطفا. دیگه بزرگترین مشکل همینه. همینه. مطلب ندارم خدمتتون عرض بکنم ولی مشکل همینه. چهار بله. تا فرهیخته نمیتونن با هم دیگه بسازن، چطور میتونن در داخل ایران بیان با هم دیگه بسازن؟ قربون شما، ممنون لطفتون، مرسی. خط شماره بعد. جناب سج اجازه میدید من یه نکته کوچیکی رو بگم؟ آقای فخر یه لحظه صبر کنید لطفا. آقای فخر با کمال میل گوش میکنیم. گوش لطفا گوش کنید آقا. سال نو مبارک. لطفا صبر کنید آقای فخرآور، توضیحی هست که میخوان بگن لطفا بگید آقای فخرآور. ببینید جناب نکته که اتفاقا این دوستمون اشاره کردن نکته درستی بود و شما تو صحبت های خودتون هم بهش اشاره کردید، گفتید که اگر قرار سندی نوشته بشه، قانون اساسی نوشته بشه، این کار باید نمیدونم در ایران انجام بشه در شرایطی که الان شرایط نیست که بتونن بشینن توی ایران بنویسن، باید نخبگان بشینن. البته. و آگاهان به این امر بشینن در شرایطی که فضای آزادی فراهم باشه. این دوستمون به یک نکته بسیار جالب اشاره کردن تو ادامه همون صحبت شما، گفتن این افراد و چهره‌های شناخته شده اپوزیشن که بیرون کشور در فضای آزاد و عمدتاً در کشورهای دموکراتیک نشستن خب. و امکان نوشتن این سند رو دارند، چرا این کار رو نمی کنن؟ که اتفاقاً سوال دقیق و به جاییه و اون مطلبی که شما فرمودید جناب سعد که گفتید ما صبر بکنیم تا اول تغییر ایجاد بشه بعد بشینیم این کار رو انجام بدیم، اتفاقاً خیلی از نخبگانی که الان بیرون هستن با کمک این ارتباطات رسانه‌های اجتماعی که الان ارتباط ما رو مستقیم با داخل کشور برقرار کرده، سر همین بحث قانون اساسی، برای همین کتاب بعدی خود من و برای سند قانون اساسی که داریم آمادش میکنیم، پیشنهادی قانون اساسی، با بسیاری از وکلا، حقوقدانان، کسانی که روی حقوق اساسی دارن کار میکنن در درون کشور تو شهرهای مختلف در ارتباط بودیم تو سالهای گذشته و همینطور نخبگان در بیرون کشور که با هم روی این سند کار کردیم که نکاتش رو بتونیم رفع کنیم. به کجا رسیدید آقای فخرآور؟ به کجا رسیدید قربونت برم؟ امکان انجام این کار رو اتفاقا داریم و دیگه بهانه‌ای نداریم. من با دوستمون موافق هستم که دیگه باید این کار الان انجام بشه. منم با ایشون موافق هستم، ولی این نیست که فقط گفتم اول صحبتم بنده و جناب آریا مثل ماها بشینن بنویسن اینجا. آنچه مسلمه و مطرح هست، مغزهای متفکری که بیشتر از آنچه که ما در این 37 سال اینجا بودیم در داخل ایران آمادگی داره، اما در محدودیت وجود داره. این بحث من اینجاست. خیلی خلاصه بذارید یه چیزو بگم جناب صدر. مرز داخل و بیرون رو لطفاً بردارید. داخل و بیرونی وجود نداره. نمیتونم بردارم. نه نمیتونم بردارم. برای اینکه سالها ما امتیاز اونها رو گرفتیم، به خودمون چسبوندیم و هیچ کاری هم نکردیم آقای فخرآور. در داخل ایران بزرگترین حرکت ها، بزرگترین متفکرینی که امروز نمیخوام بگم ما از خبر نداریم، ولی بهشون بی‌اعتنایی میکنیم اونجان و ما فکر می‌کنیم خودمون اینجا در حقیقت آمدیم و کمال کردیم. مگه ما از همون جنس اون مبارزین درون کشور که خود شما، خود ما، همه کسایی که الان اکثریت کسایی که بیرون کشور هستن از جنس همون مبارزه ما همین جور تا بیرون کشور جریان داره؟ اونا از ما خوش جنس‌ترن آقای فخرآور. اونا از ما بسیار خوش جنس‌ترن توی تو در داخل آتش آقا دارن میسوزن. من اصلا نیستم، من هیچ مرزی برای بیرون و درون نمیذارم. همه ما به یک اندازه من میذارم. میدونی چرا من میذارم؟ برای اینکه من خودم به عنوان یک رسانه‌ای که 37 سال 30 ساله دارم چی میکنم و هیچ غلطی نکردم و هیچ، فقط به قول ایشون اختلاف و تو سر هم مغز زدن و نمیدونم مسیر رو منحرف کردن، بنده چیکار کردم به عنوان عضو خارج از کشور؟ اصلا این حرفو نزنید، چون شما جناب صدر ای بابا و همه کسانی که در بیرون بودن توی این سالها در هر گوشه یک بخشی از این مبارزه رو گرفتند، است شما هم نقش بسیار مهم و پررنگی در آگاه کردن این مردم داشتید و
دوستان دیگه هم همینطور، یعنی اینجور نبودی که اپوزیشن ما هم هیچ کاری نکرده باشه. اپوزیشن ضمن این که خدماتی کرد بسیار مهمی رو انجام داده و امروز به جایی رسیدیم که بالاخره این میوه رسیده. آقا من در داخل اپوزیشن مگه نیستم؟ محدود و محصور بین همشون نیستم. ضمن اینکه خدمت کرد بسیار هم خیانت کرد و با مدار. آقا اگه من یک کتاب در مورد خیانت های اپوزیشن بنویسم 1000 صفحه میشه آقای، از کتاب شما پرفروشتر میشه. آقای فخرآور بفرمایید لطفا عزیزم، بفرمایید. حال با شما هستم. آقای فخرآور نمیدونم چرا به این مسئله توجه نمی‌کنه که همیشه قانون اساسی تابعی هست از رهبر و یا شورا و یا اینکه حکومتی که مستقر میشه در یک سیستم کشوری. هیچ موقع قانون اساسی مقدم نیستش که بر یک جامعه که هنوز در حال در دیکتاتوری اونجا رو رن میکنه، اونجا رو میگردونه. شما فراموش کردید مگه آقای فخرآور؟ ما بهترین قانون اساسی رو داشتیم برای تغییر رژیم شاهنشاهی در ایران. هرگز مردم تو خیابون نرفتن که به اعتراض بکنن به قانون اساسی. شما یک جمله گیر نمیارید چون مردم رضایت کامل داشتن. هرگز هم مردم نمیخواستن که قانون اساسی ایران اصلا عوض بشه. حالا اصلاحات میخواستن، انقلابی که مردم داد میزدن کدوم انقلاب بوده؟ انقلاب سفید، مانند انقلاب سفید شاه. مردم اونا رو میخواستن. شما فکر میکنید که اون کشتار رو میخواستن که آقای خمینی مردم میبرد یا نیروهای انتظامی که همه افتخارات ما بودن اینا رو میبرد بالا پشتبونه اون مدرسه و اینا رو اعدام میکرد؟ مردم خبر نداشتن اصلا این چیزا رو. چش ما توش طول کشید تا مردم متوجه شدن. آقای فخرآور شما به این مسئله توجه میکنید؟ آمریکای 200 سال پیش که قانون اساسی رو اون موقع تنظیم کردن با ایرانی که در هر روز کشتاری که توی همین ایران میشه 90% گفتن که مردم با هم دیگه درگیر میشن. چرا؟ به خاطر اینکه آخوندی که 2 تومن میگیره روزه میخوند بر این کشور مسلط است و مردم ایشون اعتراضی هم نمیکنن. شما وقت دنبال قانون اساسی میگردید. من فکر میکنم که آقای سعد بایستی این پرسش رو از آقای امینی و یا آقای مشیری بکنه تا با یه مقدار بیشتر روشن بشیم. سپاسگزار هستم. خیلی متشکرم. نه اتفاقا من این پرسش رو از آقای فخرآور میپرسم برای اینکه ایشون در این رشته تخصص دارن، در رشته به ایشون استاد این کار هست در دانشگاه تگزاس. اما این استاد رو من اینجا با این سوال حرفم رو ادامه میدم که همینطور که ایشون گفتن مسئله قانون اساسی یعنی مهمترین به اصطلاح پایه یک کشور و یک اجتماع، این با مسائل ایران ما بسیار بسیار با شرایط و زمان و مکان فرق میکنه. جناب آقای فخرآور خط شما اگه مطلبی هست بفرمایید لطفا. آقای بله اگه اجازه بدید، این دوستمون گفتن که در ایران ما الان مردم به هم رحم نمیکنن، نمیدونم همدیگر رو میکشن از این حرفا. البته نه مردم همدیگر رو، رژیم مردم رو. آقا چرا رای دیگه آقای فخرآور خود مردم میگفت مردم نه 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 گفتن رژیم با مردم رو نگید لطفا. و ایشون فرامیگن آمریکای نمیدونم 200 سال پیش مثل الان نبود. اتفاقا ایشون فراموشیه، تاریخ رو درست نمیدونن. اگر به تاریخ نگاه بکنن میبینن آمریکا تشکیل شده از افرادیه که یا جنایتکاران فراری بودن یا به نوعی آدمهای تندروی مذهبی بودن. من یک اشاره‌ای رو تو برنامه هفته گذشته کردم به بحث سیلم که چطور مثلا اون گروه تندروی مسیحی پیوریتن ها اومده بودن اینجا و توی شهر سیلم دختران فالبین رو به اسم جادوگر اینها رو شکنجه و اعدام میکردن و اون دقیقا دوران زندگی وحوشیه که توی ایالات توی آمریکای اون زمان وجود داره و از اون دل اون مردم، اون جنایتکاران و اون تندروهای مذهبی، اون همه خون و کشتار، از دل اون بیقانونی میبینیم گروهی جمع میشن دور همدیگه به اسم پدران بنیانگذار آمریکا، سندی رو مینویسن به اسم قانون اساسی، همه زیر اون سند رو امضا میکنن، میجنگن تا اون قانون اساسی رو به کرسی بشونن و ازش دفاع بکنن. همه چیز خودشون رو میدن تا از اون قانون اساسی دفاع بکنن که امروز مجسمه های همشون هم توی پایتخت آقای فخرآور شما اصلا مثل که به عرض من هیچ گونه توجه و عنایتی نفرمودید. تمام بحث ما اینه که شما چسبیدید به آمریکا و قانون اساسی و جفرسون و نمیدونم اینو جزنفن و فلان، در حالی که ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم که اصلا زمین تا آسمون فرق قضیه است. آقای فخرآور این تابلوی که اینجا هست جناب سعد از هفته گذاشتم کنار من بود. من می‌خواستم درباره همین دقیقاً شباهت و تفاوت قانون اساسی توی ایران و آمریکا یک توضیحی رو بدم برای مردم که حالا توی یکی از این سوالا
امیدوارم پیش بیاد که بهتون بگم چرا این بحثا به هم مربوطه. آقا این بحثا ببینیم به هم بخیر در زمانی مربوط میشه که وقتی اینجا به آقای به قول خود ترامپ، حتی هنوز لابیست های جمهوری اسلامی زمان اوباما دارن به آقای ترامپ فوش میدن، نگرشون داشته، کار نمیتونه بکنه، ولی اونجا بگم بالا چشم ابروی نمیدونم آقای رهبر فلانه، آقا همون لحظه رفته اون دنیا. الهی نگید آقا. خط شماره یک بفرمایید لطفا. عید شما مبارک، سپاسگزار میشم. عید شما مبارک عزیزم، بفرمایید لطفا. جناب صدر با شما صحبت میکنم. با من صحبت میکنید، هم بفرمایید. عرض میکنم سال نو رو تبریک میگم، بدون مقدمه صحبت میکنم، قبلا از صبر و حوصلتون سپاسگزارم. اجازه بفرمایید من یه مقدار مطالب رو وسیع‌تر و تمنا میکنم فقط از 3 دقیقه خواهش میکنم. صدا میکنم حالا نیم ثانیه هم زیادتر، یک ثانیه نه بیشتر نشه لطفا. من هیچ غلطی نکردم. مثلا شما کارهای بزرگی انجام دادید، از روزی که پرچم ایران با هواپیما بالای آسمان لس آنجلس حرکت میدونید تا به کتاب شعر شما. آقای فخرآورم فعالیت بسیار زیادی کردم. میگه که عیبش چون حمیده گفت، هنرش چون حمیده گفتی، عیبش نیز بگو. جناب علی امروز بسیار عصبانی هستید، حق دارید، من هم مثل شما عصبانی هستم. امروز 80 میلیون نفرم عصبانی هستن. آقای خمینی رهبر نبود، دولت کارتر و بی بی سی و چک 1,500,000 دلاری که در اختیارش گذاشتن رهبر شد. خب شد بالاخره رهبر شد دیگه. هر کسی که به ایرانی ها ظلم بکنه، آدم بکشد، از احترام بیشتری برخوردار است. این خصلت ما ایرانی ها هست، واقعا مایه تعجبه. اما من عصبانیتم از جای دیگر هست. این اپوزیسیون های فراوانی که ما داریم، شورای ملی، اوقات، گذار از کمپینگ برای دموکراسی شاهزاده، ما 50 اپوزیسیون داریم، متاسفانه دچار نادانی شدن، بیعملی شدن. یک چند نفری کار میکنن، بقیه فقط در تلویزیون صحبت میکنن. جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق مترجم کل فرمانده امریکایی رو نفوذی ایرانی گذاشته بود. این یکی. دو، موقعی که در جمهور عراق میخواست به کاخ سفید بره، جمهوری اسلامی یکی از سرداران رو به نام مقامات جمهوری اسلامی به کاخ سفید برداد. موقعی که آقای اوباما اومد، جمهوری اسلامی تا اونجایی که میتونست نفوذ کرد. امروز خبر بسیار بدی دیروز من شنیدم، خانم نوریزاده رئیس میز ایرانیان که رئیس پایه این مالات هست، از همکاران آقای تریسا پارسی و حسن نصر و پدر فرزندش هست، رئیس میز ایران شده. آیا در اینجا این اپوزیسیون های مخوام گریه کنم، این اپوزیسیون های که مدعی آزادی ایران هستن، هر کدومم که میگن من اولین نفری بودم، آیا نباید امروز با هم متحد بشن، یک اعتراضیه بنویسن به کاخ سفید و به آقای اوباما؟ آقای حمزه پور، جناب علی که میفرمایید دفترم در اختیار ایشونه، آقای خرم، جناب علی که فعال اونجا بودید، آقای کیان، شما که اونجا بودید، چرا همش باید توقع داشته باشیم از آقای صد، از آقای فخرآور؟ شما نباید واقعا امروز یک استشهاده بزرگی بنویسید با 5 میلیون امضا بفرستید که آقا این همون نفوذی جمهوری اسلامیه که در اختیار گذاشته. اونها زودتر از ما میجنبن، ما با هم خودمون رو سیر میکنیم. سپاسگزارم. به خدا آقای صد میخوام بشم هر رای گریه کنم. آخه چقدر سپاسگزارم. مرمتون زیاد. خیلی متشکر. به هر حال یک دنیا احساس. ضمن این که البته مطلبی که ایشون گفتن آقای فخرآور همون مطلبی است که اگر میان که چرا اعتراضی نمی کنید، خب همین امروز عرض بنده همش اعتراضه. اگر من با شما دارم بحث میکنم طبیعتا اعتراض به شخص جناب علی نیست، اعتراض به کل مسائلی است که هست، منتها دیگه ما داریم در و دلوار با هم صحبت میکنیم. شمایی که آقای فخرآور، شمایی که معتقدید دستن در کار ارتباط نزدیکی با ریپابلیکن هستید، با نمیدونم جلساتی که در واشنگتن هست میرید میایید و و ایشون یه مقداری هم در عین حالی که گفتن که آقای صد یا آقای فخرآور، ولی سخنشون با جناب علی بود که شانهای شما هم سنگینی میکنه برای اینکه شما هم در این
موردی که اظهار نظر کردی صبح که آقا خب جای تاسفه که اینا بالاخره قانونه و اینطوریه و اینا موندن، این نیست، بعد برای نموندنشون شما هم یه اقدام بکنید آقای فرابر. خب شما حرفای من رو اگر درست بهشون دقت بکنید متوجه میشید که تمام بحث ما همینه. ولی من خوب به شما دقت میکنم آقای فرابر، من به شما خوب دقت دارم. ما درک درستی از جامعه دموکراتیک بر پایه قانون اساسی نداریم. توی این جامعه بر پایه قانون اساسی اجازه نمیده رئیس جمهور یا هر کس دیگه ای بالای خود قانون اساسی بشینه و وقتی رئیس جمهوری میاد روی کار بگه خب حالا همه چیز رو من دیگه همه کاره کشور شدم، همه چیز رو میخوام تغییر بدم، اینجا رو برید این کارو بکنید، اونجا رو برید اون کارو بکنید. این اتفاق آقای فخرآور صبر کنید، به قول خود جناب عالی چطور میتونه 480 تا دادستان رو یهو عوض بکنه ولی دو تا جمهوری اسلامی مسخره رو نمیتونه؟ اون محدوده رو ببینید، یه جایی هست قانون این اجازه رو میده، حالا ببینید جا قانون اجازه رو داده به آقای جف سشن که بیاد تمام اون دادستان های ایالتی رو همه رو برکنار بکنه، قانون اجازه رو داده، ولی قانون اجازه نمیده بیاد مثلا تمام افراد و گروه هایی رو که خود قانون اجازه داده به اون آدم ها و گروه ها فعالیت بکنن، قانون نمیاد حالا اجازه بده من که خودم اجازه دادم شماها فعالیت بکنید، حالا یک فردی اومده از من قانون بالاتره میخواد اجازه نده شماها فعالیت بکنید. به هر حال به خط بعدی میریم، خط شماره بعد لطفاً بفرمایید. الو میخوام، من یه سوالی داشتم. این حیف نیست که این آقای فخرآور وقت مردم اینطوری داره میگیره مزخرفات میگه؟ نه نشد گفتم یک کلمه استفاده کنید که بی ادبی باشه من بلافاصله قطع میکنم، حتی اگر بقیه جمله شما مؤدبانه باشه. معذرت میخوام، بفرمایید لطفا. الو بفرمایید قربان. الو درود بر شما. درود بر جناب علی قربان، هم بفرمایید. خواهش کنم ضمن تبریک سال نو، سال نو جناب علی هم مبارک قربان. میشه انتقاد کرد یا اینکه؟ البته با کمال میل گوش میکنیم، اصلا برای همین خطا رو روشن کردیم قربون. میشه ببینید آقای صد، این آقای اخرافر لطفا بپرسید که این نمایندگی رو بهشون داره که از طرف مردم ایران با باقی زمید برن این کار رو کنم، بعد نوع تشبه بودنشون برای بکار همکاری کردنش با CIA. ببینید در مورد، اجازه بدید، ممنونم، در مورد قسمت دوم آمدن آقای فخرآور به آمریکا، ما در اولین دومین سومین برنامه مفصل صحبت کردیم، یعنی اینجاست که وقت تلف میکنیم اگه بخوایم باز برگردیم بریم به اونجایی که شما سوال میفرمایید. ولی در مورد قسمت دوم آقای فخرآور خودت تو جناب عالی اولشو، من در مورد همون قسمت اولش بگم. مسئله هست در این زبان شیرین پارسی ما که میگه گر تو بهتر میزنی بستان بزن. آقای عزیز، هیچ کس به من نمایندگی نداده و هیچ کس من رو مجبور نکرده از این مسیری که 20 چند سال از زندگی خودم رو از 16-17 سالگی تا الان پاش گذاشتم، هیچ کس من رو مجبور نکرد تو این مسیر بیام. برای دلم اومدم، برای آزادی کشورم، برای آینده ساختن یک آینده بهتر آزاد و دموکراتیک برای کشورم، برای اینکه مردمم رو آزاد ببینم، خودم برای اینکه فرزندانم، آینده فرزندانم بتونه در یک کشور آزاد و دموکراتیکی باشه، پا به میدون مبارزه گذاشتم. به بیرون هم که اومدم، اگر من هر جایی رفتم هر دری رو باز کردم، نرفتم اون در رو باز کنم بگم من به نمایندگی از مردم میام این در رو باز میکنم. نه عزیز من، شما هم اگر هوش، شهامت، شجاعت و دانش این رو داری که بری دری رو بزنی و در رو برات باز بکنن، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، اگر بلد نیستی بزنی نق نزن. خیلی متشکر. البته من در اینجا آقای فخرآور نه به عنوان اعتبار کریزی به جناب عالی، بلکه آنچه خودم بهش معتقد هستم و همین اعتقاد شما را 17 بار به این برنامه کشون اشاره می کنم که آن چیزی که آقای فخرآور، آن ثمراتی و اون تأثیراتی که کتاب ایشون و برنامه های ایشون و حرف های ایشون به طور کلی داشت، ممکنه یه قسمت هایش مورد سوال باشه، زیر سوال باشه، که هست، بسیارم هست. اینه که من در قسمت سازندگی های این کتاب از ایشون بسیار بسیار به عنوان یک ایرانی تشکر میکنم. در این حال خط شماره بعد لطفا. الو بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما سرکار خانم.
روی خط هستم. بله سرکار خانم، سال نو مبارک. متشکرم. منم میتونم نوروز جمشیدی رو بهتون تبریک بگم، پیروز باشه و به امید این که شاهزاده رضا پهلوی برگرده ایران و ضحاک در دماوند به بند کشیده بشه. آقای عزیز، از این مهمان نازنین شما بسیار ممنون و از این اشخاصی که تلفن میکنن از ایشون ایراد میگیرن بسیار واقعا ناراحتیم، برای اینکه ایشون واقعا نشون دادن به این آقایونی که در این 38 سال نتونستن قدمی بردارن و این جوان نازنین چقدر تونسته از مثل امثال ایشون هم چقدر تونستن که این قدم ها رو بردارن. از ایشون چند سوال دارم. خواهش میکنم که از ایشون بپرسید که آیا ما میتونیم این نایاک رو از ارزشی که الان پیدا کرده خیلی پایین تر بکشیم، با اینکه این دولت جدید خیلی کمک کرده، ولی بیشتر از این بتونیم و جواب ایشون رو بدیم؟ اگر ایشون کمک بکنن ما هم حاضر هستیم. خیلی از افراد که من از اروپا زنگ میزنم سرباز ایشون باشیم که این نایاک رو به پایین بکشیم. بله بله، خیلی مشکل آنجایی که بتونیم. در ضمن در جواب این اشخاص که تلفن میکنن و میگن که هرچه زودتر، چرا تا حالا 38 سال نشده، اینم فراموش نکنن که جمهوری اسلامی این همون سالهایی که اسلام به ایران حمله کرد و در ایران مون، چون مغشویی با تغییر حکومت فرق داره و همین 38 سال به کمک تمام این اشخاصی که مثل شماها بودید انجام وظیفه کردید، بیرون راندن این خرافات در مغزها که شسته شده از بچگی. فراموش نکنین که کار آسانیه، اینا همه مسجد دارن، اینا همه. بله خانم، بله کاملا درسته، همینطوره. دبستان ها از کوچیکی دارن نار تربیت. بله خانم، خیلی لطف فرمودید. و این ارزش هایی که شما یکایک انجام دادید که این مغز با بودن این رسانه ها واقعا انقلاب کردید در ایران، برای اینکه به این سادگی نمیشه از دست آخون و این افکار عقب افتاده، به خصوص از راه دینی که انگلیس ها واقعا میدونن چطور حکومت ها رو تغییر بدن و اینها همه دور این حکومت رو گرفتن، وگرنه خیلی زودتر پاچیده خانم میشه. خیلی مشکر، لطف فرمودید. خیلی مشکر، چندین بار خواهش کردم ولی طولانی شد چون دیگران هم حق دارن صحبت کنند. از شما خیلی متشکرم. آقای فرابر، یک دقیقه کوتاه لطفا جواب بدید لطفا. من فقط میخوام تشکر بکنم از این بانوی شجاع و بسیار هوشمند و نکته بین که دقیقا درست اشاره کردن، که یادآوری کردن به همه ما که با چه نوع رژیمی طرف هستیم و چقدر کارهای زیادی در این سالها انجام شده در برخورد با این رژیم. خیلی مشکر. آقای شورتی لطفاً اگه ممکنه. خیلی مشکر. بله ممنونم ازم بزرگتون که خب خط بعد لطفاً بفرمایید. الو بفرمایید. آقای سرس بفرمایید. بقیده من آقای فخرآور 100% درست میگم. دارم با آقای مشیر صحبت میکنم. بله قربان. در تگزاس. بله خیلی خوش آمدید به خط ما. بله به هر حال اگه توضیح بیشتری هم هست بفرمایید لطفاً. خواهش میکنم. قانون اساسی ما، قدیم ما، اونم ایراد داشت. ایرادش این بود که آخونده توش حکومت میکردن. البته من در این قسمت با شما موافقم آقای از یادآوری جناب عالی. البته این یادآوری آقای فخرآور نکردن، فقط گفتن که اشکال داشت، فقط نگفتن، ولی شما گفتین اشکالش کجا بود. در این مورد با تو موافقم. خیلی متشکر، لطف کردید آقای فخرآور. من اجازه ندادید شما هنوز درباره قانون اساسی و ایراداتش. آخه فرصت اون رو ببینید، اگه بخوایم بریم قانون اساسی رو روش 50 ساعت صحبت کنیم ما همش یه من اتفاقا این دوستمون بسیار خوب و شیوا یک نکته‌ای رو گفتن. بحث جدا نبودن دین از سیاست در قانون اساسی یکی از اشکالات بسیار بزرگی بود که وجود داشت. یک نکته بزرگ، یک مشکل بزرگ دیگه این بود که توی قانون اساسی، یک قانون اساسی آزاد و دموکراتیک، این رو من بارها گفتم، باز هم تاکید میکنم، توی تمام کلاس‌های درس خودم هم برای دانشجوام دائم میگم این رو، که قانون اساسی
یک وظیفه بزرگ داره. یک وظیفه بزرگ. وظیفه قانون اساسی دفاع از مردم در برابر حکومت. یعنی چی؟ یعنی خب چرا مردم باید در برابر حکومت ازشون دفاع بشه؟ برای اینکه مردم میان یک قدرتی رو میدن به یک گروه کوچکی از حاکمان. در واقع اون گروه کوچک از حاکمان حالا تو جامعه آمریکا تو دموکراسی‌های غربی اینجا. آقا لطفاً خیلی خلاصه کنید آقا فرار، وقت کم داریم. تو رو خدا اجازه بدید من یک از این بحثا رو می‌خوام به همه ببینید. این بحثا طولانی میشه. همین چکیده مطلب رو بگید. اتفاقاً چکیده‌اشو بگید کافیه. ببینید مردم قدرتی رو میدن به یک سری افرادی و به اون افراد حقوق میدن، یعنی مالیات دهنده ها از پول مالیاتشون به اون افرادی که رو صندلی های قدرت میشینن حقوق داده میشه. یعنی مردم دارن این افراد رو استخدام میکنن، این افراد میشن رئیس جمهور، میشن وزیر، میشن نمیدونم نمایندگان مجلس، اینا میشن افرادی که دارن به مردم حکومت میکنن. مردم به این افراد پول میدن، به این افراد قدرت میدن، اسلحه میدن، ارتش رو میدن، قدرت سیاسی رو میدن، قدرت قضایی رو میدن، همه جور قدرتی رو مردم میان میدن، میبخشن به این افراد طبق قانون اساسی. و قانون اساسی وظیفه داره مکانیزمی رو ایجاد بکنه که مردمی که خودشون رو خلع سلاح میکنن و همه قدرت رو میسپارن به دست حاکمان، یه جوری این مردم پروتکت بشن، حفاظت بشن در برابر اون قدرت فراوونی که به حاکم داره داده میشه. کاملا درسته. خب این تو قانون اساسی آمریکا رعایت شده و قانون اساسی آمریکا مردم رو حفاظت میکنه. اما در قانون اساسی ایران چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب متاسفانه مردم در برابر حکومت حفاظت نشدن و اون اصل بزرگی که باید قانون اساسی داشته باشه که باید بیاد حافظ مردم باشه عکسش بوده. حکومت، قانون اساسی حافظ حکومت در برابر مردم شده که این با کل روح قانون اساسی اصلا در تضاد کامل هست. بله خیلی متشکرم. وقتمون هم بیشتر از چند دقیقه باقی نمونده. ما آقای فرابر اگه گاهی اوقات خواهش کنم که کوتاه مطلب رو بگیم، برای اینکه بارها از من خواستن که چرا با ما صحبت نمی کنید. حالا ما یه نیم ساعتی گذاشتیم برای اینایی که بخوان بیان و اظهار نظر بکنن، اینه که ما هر پاراگراف هم ممکنه 45 دقیقه طول بکشه. به این دلیل من این خواهش از جناب عالی و اعلام میدونم که گفتار جناب عالی هم شنیدنی است هم قابل استفاده است. آقای فرابر خط شماره بعد لطفا بفرمایید. سلام بفرمایید. سلام از بنده است قربان، بفرمایید لطفا. می‌خواستم اگه بشه یک دقیقه برم رو خط و با آقای فخرآور صحبت. شما یک دقیقه الان از همین حالا به بعد وقت دارید با کمال میل، هم بفرمایید بنده در خدمتتون هستم. روی چشم بفرمایید قربان. یعنی الان صحبتمو شروع بکنم؟ شما الان دارن همه اشتراهای شما رو میشنون قربان، بفرمایید. من چرا پسیدار خودم قربان. خط شماره بعد لطفا بفرمایید لطفا. الو الو روزتون بخیر. آقا صبر کنید. الو اگه هستید صحبت کنید لطفا. صحبت کنم. هم بفرمایید صحبت کنید. از تلویزیون گوش نکنید لطفا. به روی چشم. پس صحبت کنید لطفا. ببینید من آقای فخرآور رو خیلی می‌شناسم. یک زمان کوتاه موقعی که در سال 88 ایشون اومد در رابطه دوستل تو رادیو صحبتی کرد، اونجا من گفتم این عجب دانشجویی هست، عجب مرد نازنینی هست. حالا میخوام به خدا قسم من چیز دیگه ای نمیدونم ازشون، ولی من ایشون رو یک جوون خوشبیان که زیبا سخن میگه، کلمات و جملاتی مستدل و گویا و شنیدنی و بسیار گیرا و از هر نظر مبرا از کبر و ریا و حافظه بسیار قوی دارن. آقای شهرتی خودشون میدونن اگه یه چیزی رو میخواین تو کامپیوتر پیدا بکنن یه دقایقی بعد وقت صرف بشه، ولی ایشون همزمان میتونن اون مطلب رو بگن و پیدا بکنن و توضیحات کافی در اطرافش بدن. به نظر من ایشون فقط یک کامپیوتر نیست، ایشون یک ساتلایته و مطلبی که امروز عنوان میکنن هفته پیش شروع کردن راجع به قانون اساسی، ما برای یک ماشین بایستی که شاسی داشته باشیم، برای یک خونه یک بیسی براش داشته باشیم و کانکریت بریزیم و آمادش بکنیم و این لازمه اون قدم اولیه هر حرکتیه و این قانون اساسی همونه.
و بعد قسمت بعدیش این هستش که آقای صدر که وقتی میگن ما اینجا نقشی نداشتیم، چطور میشه ما برای شروع کردن یک پایه اساسی برای یک ساختمون یک لوازم و وسائلی داره لازم داریم، بعد یک چیزایی رو آماده بکنیم. خب ایشون و بقیه هستن که این زحمت بزرگ رو کشیدن آماده بکنن اساس رو برای اون پایه های اون ساختمون یا ساختن اون ماشین. قربان، خیلی لطف فرمودید. لطفا چند لحظه قبل از صحبت آقای فخرآور به عرض بنده توجه کنید، و اون این که اگر من اعتراضی دارم به در حقیقت کمی عملکرد رسانه ها و اپوزیسیون، طبیعی است، از حرمان شمس پیداست. 37 سال تمومه که همه تو سر مغز هم زدیم، چرا میخوایم هی آشغالا رو زیر فرش قایم کنیم؟ تا کی باید قایم کرد؟ تا کی باید مماشات کرد؟ تا کی باید دروغ گفت؟ تعارف کرد، ولی در این حال در وقتی که آدم احساس ریاست کرد، در این حال آقا من گفتم، همش این گفت من گفتم، من نفر اول بودم، من این کارو کردم. آقا 1500 جلسه تشکیل شد در این آقا چرا میگن عصبانی هستید؟ خب هستم، دارم خودم هم کنترل میکنم. آقای فخرآور در این حال نمیتونم بیش از این من به هر حال طاقت بیارم، باور کنید. آقا بسیار اثرات مثبتی داشتن، البته که داشتن، اطلاع رسانی بوده. آقا امروز تلگرام یا این سیستم 100 بار از من و شما اطلاع رسانی بیشتر داره میکنه. دیگه جستای این کارو به خودمون نگیریم، دیگه مرد عمل باشیم، دیگه یه مقدار حرکت کنیم. آخه تا کی دیگه؟ بس دیگه، هی تعارف. آقای فخرآور لطفا بگید. خواهش میکنم. من خیلی سپاسگزارم از این دوست عزیزمون با این لطفی که داشتن. و ببینید، من یه قول رو باید اول ازتون بگیرم جناب صدر، بعد به من قول بدید توی حالا یکی از برنامه‌ها، برنامه بعد یا بعدی، بالاخره اجازه بدید من روی این تابلوی سفید جادوییم درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های قوانین اساسی توی ایران و آمریکا بنویسم، چون که این یک بحثیه بعقیده من که ما امروز اگر می‌خوایم یک ایران آزاد و دموکراتیک داشته باشیم، ما همه چیز رو امتحان کردیم. به قول پرزیدنت ترامپ، وقتی تو کمپین تبلیغاتیش میرفت برای مناطقی که بیشتر خب سیاه‌پوستا زندگی میکردن صحبت بکنه، میگفت شما اومدید این همه سال به رئیس جمهورهای مختلف رأی دادید و هیچ کاری براتون نکردن، خب چی میشه حالا یه وقتی هم به ما بدید؟ و حالا روش‌های بله چشم، فرصتمون تمام شد. البته چشم، به شما وقت داده خواهد شد، و وقتی که امیدوارم بیشتر صرف این قضیه بشید، رو اون تابلوی سفیدی که اشاره می‌فرمایید فقط از براندازی صحبت کنید، بعد قانون اساسی. این نظر بنده است آقای فخرآور. چشم، حتما این کار انجام خواهد شد. خیلی متشکر، وقتمون تمام شد.